درود به همه شما مخاطبین خوب هویج. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و آموزشی دیگه از هویج در خدمت شما عزیزان هستیم. 12 نکته جالب در مورد زنان که کاملاً درست هستند. کتاب‌های زیادی در مورد درک احساسات خانم‌ها نوشته شده است، ولی در مورد مسائل بیولوژیکی و اجتماعی که خانم‌ها دارند اطلاعات زیادی وجود ندارد. مثلا اینکه چرا زنها در سراسر جهان به طور متوسط 2 تا 10 سال بیشتر از مردان عمر میکنند، یا چقدر ماتیک یا همون رژ لب در طول عمرشان میخورند. جواب این سوالها و رازهای دیگر در اینجا فاش میشوند. با هم ادامه این ویدیو رو میبینیم، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. شماره 1. زنها رنگ‌های بیشتری را می‌بینند. حتما برای شما هم پیش آمده که با یک خانم در مورد رنگ پرده صحبت کنید که مثلا کرم روشن است یا شیری. خب این به این دلیل است که زنها به طور متوسط 20% تفاوت‌های بیشتری را می‌توانند در شکل‌ها و رنگ‌ها تشخیص دهند. به علاوه دایره لغاتشان برای توصیف مثلا برای رنگ به مقدار قابل توجهی گسترده‌تر از مردان است. در یکی از تحقیقات با عنوان ارتباط جنسیت و سن در دایره رقاط رنگ ها نتایج جالبی به دست آمد. 26 زن و 24 مرد باید اسم 200 نمونه رنگ را می گفتند. زنها نسبت به مردها رنگ ها را خیلی با ظرافت بیشتر و جزئی تر نامگذاری کردند. شماره 2. بدن زنان مقاومت کمتری در مقابل الکل دارد. باور کنید یا نه، این یک حقیقت است که الکل برای زنان خطرناکتر است، چرا که زنان در مقابل بیماری‌های کبد مثل هپاتیت و یا التهاب کبد آسیب‌پذیرترند و احتمال مرگ بر اثر سیروز کبد در آنها بالاتر است. به علاوه احتمال اینکه زنان به علت مصرف الکل دچار آسیب‌های مغزی شوند هم بیشتر است، مثل اختلال عملکرد روحی و روانی و کوچک شدن مغز. به نظر می رسد که زنان مقدار کمتری از یک آنزیم به خصوص در بدنشان دارند. این آنزیم برای متابولیسم الکل لازم است. به همین دلیل است که زنان و حتی حیوانات ماده هم بیشتر تحت تأثیر اثرات منفی و سم الکل قرار می گیرند. شماره 3. بلوغ جذاب است. مطالعات زیادی نشان می دهند که هرچه زنان جذابتر به نظر می رسند، توانایی بچه دار شدنشان هم بیشتر است. به همین دلیل زنانی که بچه دار می شوند یا از روش های ضد بارداری استفاده نمی کنند، بدنشان کاملا شکل و شمایل زنانه پیدا می کند و برای مردان بسیار جذابتر هستند. به علاوه مردان از بوی بدن زنان و حتی صدای آنها هم متوجه این موضوع می شوند. مثلا زنانی که صدای زیرتر دارند برای مردان جذابتر هستند، چون معمولا افرادی که صدای نازک دارند سطح استروژن یا همون هورمون اولیه زنانه بالاتری دارند. شماره 4. زنان به طور متوسط 1.8 کیلوگرم ماتیک در طول زندگیشان می‌خورند. وقتی تعداد ماتیک هایی که به طور متوسط یک زن در طول زندگیش می‌خورد و مقدار متوسط خورده شدن آن را در نظر بگیرید، متوجه می‌شوید که زنان در طول زندگی در حدود 1.8 کیلوگرم ماتیک را همراه با غذا یا با زبانشان می‌خورند. این یعنی حدود 242 عدد ماتیک. البته این مقدار میانگین است، یعنی این عدد برای بعضی از زنان خیلی زیاد و برای بعضی هم ناچیز است. شرایط در کشورها و فرهنگ‌های مختلف متفاوت است. 5. زنان از ریسک کردن متنفرند. شاید دقت کرده باشی که زنان به طور کلی خیلی کمتر از مردان اهل ریسک و حتی خطر کردن هستند. این تفاوت یک دلیل علمی دارد. کورتکس جلویی، بخشی از مغز که گزینه‌های مختلف را هنگام تصمیم گیری بررسی می‌کند، این بخش در مردان بزرگتر از زنان است. بعضی از دانشمندان بر این باورند که این مسیر طبیعی فرگشت انسان بوده که باعث شده زنان سرپرست و مراقبت‌های بهتری باشند و هنگام جمع‌آوری غذایی ایجاد ساختارهای اجتماعی قبیله را حفظ کنند. شماره 6. زنها مردانشان را چاق می کنند. بسیاری از مردان در رابطه های طولانی مدت چاقتر و بزرگتر می شوند که ممکن است به خاطر اقدامات زنها باشد. زنها در این شرایط وارد حالت مراقبت می شوند که باعث می شود به شریک زندگیشان بیش از حد غذا بدهند، که البته به قصد داشتن یک مرد قوی به عنوان حامیشان است. البته ممکن است به صورت ناخودآگاه بخواهند از جذابیت مردشان در مقابل زنان دیگر بکاهند. شماره 7. ظاهر و تجملات مهمتر از راحتی است. این مورد عجیب هیچ گونه توجیه علمی ندارد.
بلکه یک مسئله اجتماعی است. اجتماع و رسانه‌های اجتماعی قرن هاست که زنان را مجبور کرده در یک چهارچوب و استاندارد مشخص قرار بگیرند. مثلا پاهای کوچک داشته باشند یا اندام‌های بزرگ داشته باشند. به همین دلیل است که بیشتر زنان تجملات و ظاهر را به راحتی ترجیح می‌دهند. شماره 8، قوه بویایی قوی تر. مثل موارد قبلی این مورد هم به نیاکان ما کمک می‌کرده تا زنده بمانند. از آنجایی که زنان بیشتر در کار جمع‌آوری شرکت می‌کردند، بویایی بهتر کمک می‌کرده که غذاهای مناسب را برای خانواده جمع کنند. نتیجه این حس بویایی بهتر گاهی اوقات چیدن چند عدد گل هم بوده. سلول‌های مغز در مغز زنان فشرده‌تر هستند. به طور متوسط مغز زنان 9% کوچکتر از مغز مردان است، هرچند که این مسئله اصلا توانایی یادگیری آنها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، چرا که تعداد سلول‌های مغز زنان درست به اندازه مردان است، فقط فشرده‌تر. دانشمندان دانشگاه روتردام در مورد مقایسه مغز زنان و مردان مطالعه‌ای انجام دادند. آنها 900 نفر از 22 تا 37 سال را مورد بررسی قرار دادند و از آنها MRI گرفته شد. تیم تحقیقاتی از نتیجه شگفت زده شد. آنها فهمیدند که مغز مردان واقعاً بزرگتر از مغز زنان است. 14% بزرگتر. یعنی به نظر می رسد مغز زنان بازدهی بیشتری دارد. مثلا نتایج نشان می دهد که زنان در آزمون حافظه امتیاز بالاتری نسبت به مردان کسب می کنند. شماره 9، زنان منشأ اختراعات زیادی هستند. اگر بدانید چقدر از چیزهایی که هر روز استفاده می کنید در واقع اختراع زنان هست، تعجب می کنید. مثلا اولین بخاری خودرو. این وسیله اولین بار در سال 1893 و توسط مارگارت ویلکاکس استفاده شد. سازوکاری که مستقیما از هوای گرم موتور استفاده می کرد تا پاهای یخ‌زده سرنشین موتورهای قرن 19 را گرم کند. آنا کانلی هم یکی دیگر از زنان مخترع است که یکی از مهمترین ویژگی‌های امنیت عمومی امروزی، یعنی نجات اضطراری را در سال 1887 طراحی کرد. یکی دیگر از اختراعاتی که جان هزاران نفر را نجات داده، متعلق به ماریا بیزلی است، یعنی قایق نجات، که در سال 1882 اختراع شد. یخچال الکتریکی که امروز استفاده می‌کنیم هم توسط یک زن ساخته شده است. فلورانس پارپارت این نوع یخچال را در سال 1914 اختراع کرد. استفنی کولک، شیمیدانی که پارچه ضد گلوله را اختراع کرد و جان هزاران نفر را نجات داد. او بافتی اختراع کرد که بسیار محکم بود. در واقع 5 برابر محکم‌تر از فولاد، ولی در عین حال بسیار سبک. به همین دلیل از این بافت برای ساخت جلیله ضد گلوله استفاده شد، هرچند که این اختراع بیش از 200 مورد کاربرد دیگر هم دارد. دکتر گریس مورای دریاسالار آمریکایی و در عین حال یک دانشمند کامپیوتر بود. او برنامه کوبالت را اختراع کرد که اولین برنامه نرم افزاری کاربرپسند بود. یکی دیگر از چیزهای جالبی که این زن ابداع کرد و ما امروزه هنوز استفاده می‌کنیم، کلمه باگ بود که به معنی اشکال و عیب کامپیوتری است. این اصطلاح وقتی اختراع شد که مورای فهمید یک شب‌پره باعث اختلال کار کامپیوتر شده است. ماری اندرسون شیشه جلوی ماشین را در سال 1903 اختراع کرد که واقعاً زندگی را برای ماشین سواران راحت‌تر کرد. از اختراعات دیگر زنان، پوشک بچه، پاکت‌های کاغذی، شیشه‌های آنتی رفلکس، سطل زباله پدالدار، ماشین ظرف‌شویی و بسیاری موارد دیگر هستند. شماره 10، پاشنه کفش ابتدا برای مردان بوده است. در قرن 16 میلادی، پاشنه کفش وارد صنعت پوشک زنان شد که در واقع تقلیدی از پوشش مردان بود تا حالت شجاعت و مقام و جایگاه مردانه را القا کند. به طور مثال مردانی شرقی کفش‌های پاشنه بلند مخصوص اسب سواری می‌پوشیدند. این کفش‌ها به فرد کمک می‌کرد که بتواند هنگام اسب سواری روی رکاب بایستد و هنگام پرتاب تیرش حالتش را حفظ کند. شماره 11، تشخیص حالت چهره. زنان از همان ابتدای زندگی بهتر از مردان حالات چهره، حرکات و لحن صدا را تشخیص می‌دادند که باعث می‌شود نسبت به مردها روابط اجتماعی قوی‌تری داشته باشند و ذاتاً هنرمند و رهبران اجتماعی بهتری باشند. حتی در یک گروه به احتمال بیشتر تمام تعاملات اجتماعی توسط یک زن اصلی هدایت می‌شود و نه یک مرد. این نتیجه بررسی بود که در انگلیس انجام شد و 2000 نفر در آن شرکت کردند. این بررسی توانایی آنها برای درک احساسات از طریق مشاهده چشم افراد دیگر را مشخص می‌کرد. به طور مثال 60.9% از مردان ترس را به درستی تشخیص دادند، در حالی که این آمار در مورد زنان 70.8% بود.
هرچند که مردان در مورد تشخیص عصبانیت و اشتیاق عمل کرده بهتری داشتند. شماره 12. زنها عمر بیشتری دارند. گاهی اوقات تفاوت طول عمر زنان و مردان به 10 سال هم میرسند، ولی به طور متوسط در تمام جهان زنان 2 تا 3 سال بیشتر از مردان عمر میکنند و این آمار فقط مربوط به زنان نیست. حیوانات ماده هم همینطور هستند. اورانگوتان ها و شامپانزه های ماده هم از نرها بیشتر عمر میکنند. بعضی از محققین این تفاوت را به علت احتیاط بیشتر زنان میدانند که باعث میشود کمتر زندگیشان را به خطر بیاندازند و کمک کنند. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. همچنین یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.